نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دوشنبه شب و سه‌شنبه شب مطابق با هفتمین و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام مربوط به نسبت کذب دادن به رسول به خدا و رسول او در ماه مبارک رمضان فرمودند: اگر کسی می داند نسبتی را که به خدا و رسول او می دهد کذب است یا نمی داند اما التفات دارد که نمی داند، در این دو صورت گفته شده که روزه او باطل است. اما اگر دچار جهل مرکب است، مشخص نیست که روزه او باطل باشد و جماعتی از فقها بر این مسئله تصریح کردند. معظم الله در ادامه فرمودند: ملاک در این مسئله خود فرد و تشخیص او بین خود و خدا می باشد و این مسئله در عروت الوثقی ذکر شده و غالب فقها هم گفتند که اگر جهل مرکب باشد و مقصر در مقدمات این جهل مرکب نباشد موجب بطلان روزه نمی شود، اما اگر مقصر باشد نتیجه تابع اخص مقدمات است. ایشان در توضیح بیشتر این مسئله فرمودند: اگر فرد عامی که جهل مرکب دارد و تصور می کند همین که روایتی در کتابهایی مانند خصال و سایر کتاب روایی مثلا از پیامبر اکرم نقل شده معتبر است و نسبت به اعتبار سند آن آگاهی ندارد و کلن نسبت به این مسئله جاهل قاصر است و مقصر در مقدمات نیست، اما واقعا نسبت دادن آن حدیث به رسول خدا کذب باشد، بعید به نظر می رسد که روزه او باطل باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. همین باید روایات کذب علی الله و رسول دید. کذب ظاهرش یعنی خلاف واقع، این ظاهرش. آها، بین میگن کذب اما بین نمیگن کاذب، همین فرق همینه. لحالا محل خلاف ببینید عروه و حواشی شو چی؟ تجری در جایی که واقعا کذب نباشه و این خیال کنه کذبه، همین. آها، واقعا نبوده، همین عرض کردم. مثل تجری، وقت تجری مشهور بین فقها اینه که حرمت تکلیفی نداره، حرمت عقلی داره. آخون تو اصول رد میکنه اما تو فقه، من تو این نوشته هام ذکر کردم تو ذهنم چند تا مثال که آخون در فقه قبول میکنه اینا، تو اصول اینا فرموده ایشون.